زاویای پنهان زندگی اجتماعی احمد ظاهر. احمد ظاهر گذشته از فعالیت‌های هنریش روابط خوبی با مردم داشت، از طریق دوستان و حلقاتی که همیشه با او در اجتماع بودند. قصه‌های مستند زیادی به ما رسیده که گوشه‌هایی از عیاری و جوانمردی این خواننده فقید را نشان می‌دهد. حتی در نوجوانی که هنوز به محبوبیت و شهرت آنچنانی نرسیده بود، این حس انسانی که چگونه می‌تواند دست نیازمندی را به سویش دراز شده است بگیرد در او هویدا بود. خواهرش ظاهر در گفتگوی با یکی از رسانه ها می گوید که احمد ظاهر برایم یک برادر عادی نبود، او یک انسان خوب بود. احمد ظاهر در سن بسیار کم برایم درس بسیار بزرگ آموخت. زمانی را برایتان حکایه می کنم که احمد ظاهر 17 سال داشت و من 18 سال و هر دو دانش آموز بودیم. از خود آیدی نداشتیم. روزی از روزها پدرم برای ما طبق معمول در شروع ما پول داد تا برای خود لباس خریداری کنیم. در راه در موتر نشسته بودیم که گدای از پشت شیشه از ما چیزی به گونه خیرات طلب کرد. من بکسی جیبیم را جستجو کردم تا برایش پول درآورم. دیدم که احمد ظاهر تمام پولی که پدرم برایش داده را به او داد و گفت برو پدر، خدا نگهدارت. من از او پرسیدم که چرا این کار را کردی؟ ندیدی من برایش پول سیاه می پالیدم؟ گفت خواهر، تو نشنیدی که او پیر مرد چه گفتم؟ خب پول می خواست. گفت نه، پیر مرد گفت به نام خدا به من کمک کنی. پول خدا را خدا حساب می کنی؟ هیچ وقت پولی را که به نام خدا کمک می کنی حساب نکن. نکته مهم این است که چنین مفکوره و سخاوت را نزد یک جوان 17 ساله کمتر می شود دریافت. چنین اتفاقات در زندگی احمد ظاهر فراوان دیده می شود. او پس از به شهرت رسیدن بارها کنسرت‌های را به نفع سلزده ها، کانکور زده ها و حتی در زمان کوتاهی که در زندان بود به نفع زندانی ها و به نفع سرمیاشت اجرا کرده است. عبدالله اعتمادی درم نواز معروف افغانستان که از نوازنده های برجسته احمد ظاهر بوده است، از این حس انسانی او در یکی از سفرهای هنریش در ایران چنین میگوید: در ایران احمد ظاهر در کنسرت‌هایش بی‌نهایت تشویق شد. در یکی از کنسرت‌هایی که در ایران داشتیم و شاهنشاه ایران محمد رضا شاه نیز در آن حضور داشت، احمد ظاهر بی اندازه زیبا خواند و بی نهایت تشویق شد. بعد از ختم کنسرت شاهنشاه ایران برای احمد ظاهر یک چک سفید داد و از وی خواست تا برایش پول درخواهش را بنویسد. احمد ظاهر هم رقم بلندی را در چک نوشت و آن را برای سازمان هلال احمر ایران هدیه کرد. در جوامع هنری در جهان هنرمندان زیادی هستند که از این حس انسانی برخوردارند. این حس انسانی احمد ظاهر شباهت زیادی به خواننده ناماشنای موسیقی سنتی ایران قمرالملوک وزیری دارد. او هم همواره درآمدی را که از کنسرت‌هایش به دست می‌آورد به نیازمندان کمک می‌کرد. او در سفر خراسان در مشهد کنسرت اجرا کرد و اواید آن را صرف آرامگاه فردوسی نمود. و یا هم شامها قمر در محله‌های فقیرنشین می‌رفت و سر و صورتش را می‌پوشاند تا کسی او را نشناسد و برای فقرا و تنگ دستان از اواید کنسرت‌هایش کمک می‌کرد. این حس انسان دوستی در میان هنرمندان واقعی در گذشته وجود داشته و مردمان زیاد شاهد عیاری و جوانمردی های آنها بودند. اینجاست پس از 40 سال از مرگ احمد ظاهر و هنوز در دل مردم عام و خاص محبوب است و دوست داشتنی. در هر گوشه از کشور روزانه آهنگ های او هم از رسانه ها و هم از نشانی های خصوصی مردم پخش می شود و کرات مردم به آهنگ های این خواننده گوش می دهند. هنوز هم هر آهنگی که از این خواننده ناماشنای محبوب پخش می شود پیامی برای مخاطب دارد. هیچ گاهی هیچ کسی بیگانگی نمی کند. احمد شاه علم سینماگر افغانستان که یکی از دوستان نزدیک احمد ظاهر هست، شاهد اتفاق جالبی در یکی از روزها در خانه احمد ظاهر واقع چهارراهی انصاری بوده است.
او در فیسبوکش از آن اتفاق چنین تعریف میکند: احمد ظاهر جوان فداکار و از خود گذر بود. زمان ما عضو حوض آبازی کانتیننتال بودیم. عضویت آن حوض نیز سالانه 12,000 خانی که در آن زمان پول زیادی بود هزینه داشت و ما به صورت معمول و آبازی میرفتیم. چون فصل تابستان بود و احمد ظاهر هم آبازی را خیلی دوست داشت. روزی از روزها احمد ظاهر با خیلی علاقمندی وارد اتاق شد و گفت امروز میرویم آبازی. چون مدت تحویل پول حوض آبازی نیز پوره شده بود، باید پول را هم تحویل میکردیم. پول ها را از خانه گرفتیم و روانه هتل اینترکانتیننتال شدیم. زمانی که از خانه بیرون شدیم، دم خانه احمد ظاهر شخص استاده بود و ظاهرا معلوم میشد که تنگ دست است و چهرهش پریشانی معلوم بود. احمد ظاهر علتش را پرسید. آن شخص برای احمد ظاهر گفت که خانمش حامله است و آنها را داخل شفاخانه ملاله اجازه نمیدهند. احمد ظاهر آن شخص را داخل متحد دعوت کرد و یک جا با وی به شفاخانه ملاله رفت و از رئیس شفاخانه خواست تا اتاق برای این خانم بدهند. بعد از اتمام کارش از شفاخانه خارج شد. دوباره موتر را به طرف خانه راند. من گفتم کجا می روی؟ باید برویم هاوس و پول را تحویل کنیم. گفت یک گپ بزنم قار نمیشی؟ من تمام پول را در زیر بالشتان خانم گذاشتم. وقتی به خانه آمدیم من کمی ناراحت بودم، چون پول دیگر هم نداشتم تا به هاوس برویم. برای اینکه من خوشحال شوم، احمدزاد لباس یا بازیش را پوشید و خود را بالای قالین انداخت و با شوخی گفت بچه‌م فکر کو که همین هاوس کانتیننتال است. در این جریان زنگ دروازه به صدا درآمد. احمد ظاهر به اتاق دیگر رفت چون لباس مناسب نداشت و من در آغوشودم دیدم دو دختر جوان از هموطنان عضوی که ما پشت در استاده بودند و خواستار برگزاری کنسرت در هتل اینترکانتیننتال شدند. احمد ظاهر در نخست قبول نکرد، بعد راضی شد و گفت من 50,000 افغانی میخواهم. آن دو شخص 25,000 افغانی را روی میز گذاشتند و گفتند که بخیه را برای تان جمعه شب بعد از کنسرت می پردازیم. نکته مهم این که فقط یک ساعت بعد از سخاوتی که احمد ظاهر کرده بود، ما با دو برابر آن پول دوباره به حوض رفتیم. 40 سال از خاموشی این پدیده می گذرد و هنوز هم چنین پدیده‌ای در هیچ حوزه هنری در افغانستان پدیدار نشده. او نمادی از یک انسان واقعی بود. روحش شاد و یادش گرامی باد.